منظورش اینه که امنیت شکننده است و مانند شهری مانند نقده یا آنگونه که شهروندان ترکش میگویند آقا من که زبان مادری من قشقایی است. بارها هم این رو گفتم در برنامه ها. من از دید من چیزی به نام ترک نداریم ما در ایران. ما هممیهنان قشقایی داریم که من یه رگم هم قشقاییه و افتخار میکنم به قشقایی بودنم از سوی مادر و زبان قشقایی. و از هممیهنان آذری رو داریم و هممیهنان ترکمن رو داریم. من گفتم صادق سبا مدیر پیشین و مأمور MI6 اعلام کرد که سیاست رسمی ما اینه که به بخشای آذری نشین بگوییم ترک و به هممیهنان ما در آن بخشا بگوییم ترک. خب اینها رو مد نظر داشته باشین هممیهنان گرامی. به آسانی از کنار این نکته های ظریف و نکته های بسیار ارزشمند نگذرید، خواهش میکنم. و یا میگوید که در شهر نقده یا آنگونه که شهروندان ترکش میگویند سلدوز، یعنی ببینید این جا اندازی این نام ها، این همون گونه است که کسی بیاد بگوید خرمشهر آنگونه که پان عرب ها میگویند معمره. خب ببینید آقای رزمی چی اشاره میکنند. آقای رزمی اشاره میکنه به حوادث شورای شهر. ما در رستاخیز سیمرغ بارها به این مسائل شورای شهرها پرداختیم. یکی از سرنخهای همین درگیری های قومی در شورای شهر هاست. بارها به مسئله شورای شهر در شهر اهواز و سپردنش از سوی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به ویژه در دوره خاتمی به پان عرب های حرفه‌ای و حتی برخی وهابی شده ها پرداختیم که از برنامه امروز، از حوصله برنامه امروز بیرون از هممیهنان گرامی. شورای شهرها مکانی است برای اینکه بتواند بر طبل قومگرایی بکوبد، اختلافات قومی و زبانی رو در برخی از شهرها و استانها بهش بیفزایند، به این بهانه بتوانند مردم رو بیشتر به پای صندوق رأی بکشانند. اگر این کار رو نکنن که دیگه آقای کسی مثل ظریف نمیتونه بره پاشو بندازه رو پاش بندازه، پاشو رو پاش بندازه بره تو کشورهای اروپایی بشینه و بگه ما 70% رأی آوردیم و همین 70% رأی نشون میده که مردم ما رو میخوان. یکی از راههایی که مردم رو میکشوندن به پای صندوقهای رأی همین درگیری بر سر مسائل شورای شهر و حتی مجلس، و در زمانی هم که نیاز باشه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همین درگیری های اینچنینی رو در برخی از شهرها را میندازن که بتونن تنور درگیری های قومی و عشیره‌ای رو داغ نگه دارن که در هر زمانی که انتخابات هست بتونن از اون بهترین بهره ها رو ببرن. این پانتور که کمونیست بوده، که چریک فدایی بوده، مرتجع سرخ بوده، میگوید این مسئله برمیگردد به شورای شهر و نارضایتی مردم از مسئله شورای شهر، که همه آنهایی که در شورای شهر انتخاب شدن آذری بودن. خب من نمیدونم این چگونه است که در شهری که هممیهنان کرد هم هستن همه از آذری ها گزینش میشن. این رو من به قول گفتنی اینها باید پاسخ بدن، بسیار جالب است. و میگوید درگیری شخصی بوده میان یک مکانیک و یک ترک ایجاد شده، تشدیدش کرده، چند نفری هم دخالت کردن. خب این آقا بگو مسئله قومی بوده. شما وقتی میگی ریشه نارضایتی و تشنج در شهر، در سطح شهر میان پانکوردها و چون مردم عادی، ببینید این تشنج ها بیشتر بین راسیست های پانکورد با راسیست های پانکورد تجزیه طلب تروریسته. دو گروهشون هم تروریست و ایران ستیزن، وگرنه مردم که دارن با همدیگه با آرامی زندگی میکنن، همسایه همدیگر، تو اداره ها همکار همدیگر، میوه فروش سر کوچه هممیهن آذری میره از یه میوه فروش ایرانی کرد خرید میکنه، اون هممیهن کرد ما میره از چه میدونم جامعه فروشی یا لباس فروشی هممیهن آذری ما خرید میکنه. مردم مشکلات رو با هم ندارن و با هم ازدواج کردن، وصلت کردن، دنبال این پدرسوخته بازی ها نیستن. این پدرسوخته بازی ها از اتاق فکرهای جمهوری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، میت ترکیه، استخبارات عربستان و به ویژه اون پدرشون موساد میاد بیرون. ابزار چیه؟ چون شما بالاخره بخوای تصمیم داری یه میخ رو یه جایی بکوبی، با انگشت با کف دست که نمیتونید بکوبید، که باید ابزار داشته باشید. ابزار زدن این میخ که چکشه همین گروه های راسیستی پان ترکی و پان کردی تجزیه طلب هستن. و مطلب بسیار مهمی که ببینید
شاه کلید اصلی من، شاه جمله این بخش در کجاست؟ آقای پانتور که تجزیه طلب ماشاءالله رزمی میگوید که ماشاءالله بله، که بهشم نامشم گذاشتن فعال مدنی ترک، واقعا شرم‌آور است. میگوید وقتی افرادی که میانه خوبی با جمهوری اسلامی نداشتن و خوششون نمیومد به خاطر اینکه زندگی دارن، باغ دارن، مزرعه دارن، برای دفاع از خود رفتن به بسیج پیوستن که بتونن اسلحه داشته باشن و اگر کردها مسلحانه حمله کردن بتونن دفاع کنن. دقیقاً این جمله ماشاءالله رزمی اثبات کننده بیش از 10-15 برنامه است که ما در رستاخیز پیرامون همین مسئله ایجاد درگیری قومی از سوی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای که بتونن مردم رو دچار نگرانی بکنن، دچار استراحت بکنن و بخشی از این مردم رو که آگاهی ندارن و ریشه شناسیشون خوب نیست که بدونن این برنامه از کجا ریشه میگیره رو بندازن تو بغل جمهوری اسلامی، که یکی از این شیوه ها همینه که مردم رفتن پناه بردن به از چه میدونم از گرگ به کفتار پناه بردن و رفتن آموزش نظامی دیدن، به سپاه و بسیج پیوستن بخشی از همیانان آذری ما در نقده، و یک شیوه دیگه از این ایجاد استراب در سطح برخی از شهرها و استانها رفتن مردم به پای صندوقهای رأی که بارها براتون توضیح دادیم. خب من کدوان اگر مطلبی هست بفرمایید. بله اگر اینجور بدی من یه سری مطلب رو عرض کنم. ببینید دوستان، یکی از مهمترین مسائلی که در این ویدیوهای زمینیت هست، تصویر اولیه که کریمی میاد شروع میکنه صحبت کردن و اون تیتری که بی بی سی میزنه رو باید دقت بکنی که در رابطه با قومیت داره میزنه. از اون جایی که گوش داره پشت سر هم تو این مصاحبه حدود 50 و چند دقیقه در رابطه با تجزیه میشنوه، در رابطه با ملیت ها میشنوه، اون چند ثانیه جمله اول دیگه به ذهن خطور نمیکنه. یعنی یک چیزی رو برای فریب اول میزنن، بعد میبرن مردم رو سراغ اون جایی که دلشون میخواد. در رابطه با انتخابات شورای شهر که آقای دکتر اشاره کردن در این برنامه، این آقای رزمی داره بهش میپردازه. ببینید انتخابات رو ما بارها بهش پرداختیم که اصلا انتخابات در اختیار مردم نیستش که خواسته باشن کاری بکنن. مطلبی که آقای دکتر میگم باید جواب بدن چرا همه در شهر نقده از آذری زبان ها رفتن در شورای شهر. سیستم امنیتی با شناختی که از جامعه داره در یک شهر بررسی میکنه که چجوری میتونه این آتیش و شعلش رو زیاد بکنه. اگر خاطرتون باشه در شهر یزد یک همیان زرتشتی این دوره قبل، نه دوره قبلش، عضو شورای شهر شد. آیا شورای نگهبان نمیدونست که ایشون زرتشتیه؟ در فرمی که درخواست میکنن به عنوان کاندید بشن، ثبت نام بکنن برای کاندید بره شورای شهر تاییدشون بکنه، یکی از اون مواردی که باید قید بشه نوع دین و مذهب و ایناست. پس میدونستن، اما گذاشتن که این شخص رأی بیاره در یزد، بعد بیان بگن ایشون به دلیل اینکه مسلمان نیست و نمیتونه به قوانین اساسی جمهوری اسلامی پایبند باشه، مخصوصا اصل یکم و اصل سوم، بنابراین صلاحیت حضور در شورای شهر رو نداره. یعنی چی؟ یعنی اونا از قبل تعیین میکنن که با این مهره کجاها رو میتونن بزنن. در شهر نقده تعیین میکنن وقتی بافت شهری رو میدونن که ترکیبی از آذری زبانها و کردهاست، و اگر فقط در شورای شهر آذری زبانها برن یا فقط کردها برن، اون یکی قومیت ما، اون سری از همیانان ما جریحه دار میشن و احتمال داره که اعتراض بکنن، این کار را انجام میدن، چون قراره که بنزین بریزن رو آتیش در مناطق مرز نشین، در مناطقی که دارای قومیت های مختلف هست، دارای گویش ها یا زبان های مختلف هست. بنابراین این بحث انتخابات یک چیزیه که این آقای رزمی یا واقعا سواد نداره، که من بعید میدونم سواد نداشته باشه، چون ایشون هم مثل اسماعیل نوری الا 60 ساله داره بر علیه استبداد و دیکتاتوری میجنگه، از زمان حکومت شاهنشاهی در حال مبارزه بوده. این مطالبی که در این ویدیو گفته میشه شما رو باید ببره رو سر اون نکته اصلی که رسانه‌های وابسته از چه، همون مطلبی که هم جناب قاسمی اشاره کرد قبلش، هم آقای دکتر اشاره کردن،
چجوری میخوان سوء استفاده بکنن از یک اتفاقی که میتونسته یک اتفاق کاملا عادی و طبیعی باشه. چرا؟ کسانی که به شهرستان سقز، نقده، بوکان، سلماس، حتی ارومیه سفر کردن و بافت شهری رو دیدن، زندگی روزمره مردم رو در این شهرها دیدن، میدونن که اصلا این مردم با هم مشکلی ندارن، میدونن که اصلا چیزی به اسم تجزیه طلبی در افکار این مردم جاری نیستش، اصلا بهش فکر نمی کنن. اما از کوچکترین اتفاقی که در هر شهرستانی احتمال داره در کرج، در شهریار، در اصفهان، در شیراز هم رخ بده، دو نفر همشهری سر یه مسئله کوچیکی با هم درگیرشن، کار برسه به درگیری فیزیکی و یکی از طرفین از بین بره. اما در مناطق مرزی که این اتفاقات رخ میده، واقعا عجیب و غریبش اینه که چرا جمهوری اسلامی برخلاف آن چیزی که ادعا میکند و داره تبلیغ میکنه آتیش رو زیاد میکنه و این رسانه هم همینطور. در طول جنگ 8 ساله ما از همیهنان مرزنشینمون، از خوزستان گرفته از جنوب غربی تا شمال غربی، خیلی هاشون کوچ کردن، مهاجرت کردن به شهرهای مرکزی که از تیرس موشک و بمباران و این چیزا نجات پیدا کنند، خودشون و خانوادشون. یک مناطق ما داریم که اصلا مناطقش خیلی رنگیه، مثل شاهینشهر اصفهان، مثل مثلا فردیس کرج، از کرد هست، آذری زبان هست، لور هست، قشقایی هست، عرب هست، همه جوره هست. چرا در اونجا این اتفاقات رخ نمیده؟ چرا کسی اونجا نمیگه که چون من اینجا الان عرب هستم و مثلا 2000 تن عرب در فردیس یا 5000 تن عرب در فردیس دارن زندگی میکنن، الان این منطقه از فردیس باید کندش، اسمشو بذاریم مثلا اهواز کوچک یا مثلا سنندج کوچک. چرا اینجوری نیست؟ چون لب مرز نیست، اونجا رو اگه خواسته باشن بکنن به چی میخوان وصلش کنن؟ ولی چون لب مرز آمادگیشو دارن، هزینه هاشو کردن، شرایطو مهیا کردن، همه جوره سعی میکنن این پروپاگاندا سازی رو در ضمیر ناخودآگاه افراد در جامعه و در دنیای سیاست و در جامعه بین المللی قشنگ تزریقش بکنن تا در یک جایی که مردم کاملا تو خواب عمیق هستن تیر خلاص رو بزنن. اینا رو فقط دقت بکنید. سعید جان شما صحبتی داری؟ جناب قاسمی. خب بریم پس ادامه ویدیو رو ببینیم. اجازه بفرمایید. آه بله بفرمایید. بفرمایید سعید جان. خیلی مطلبی بگم. دکتر خیلی برای من جالبه. دوستان لطفا اگر شما میدونید لطفا این رو بنویسید توی کامنت ها. چرا انگلستان باید دلش برای یک کارگری که در نقده بر اثر یک درگیری حالا کشته شده دلش باید بسوزه بیاد یک برنامه یک ساعته رو به این بهانه بذاره؟ چرا واقعا چرا انگلستان باید این همه هزینه کنه برای اینکه یه اتفاقی در اونجا افتاده؟ حالا چرا؟ حالا میخوایم مثلا بعضی حالا ممکنه بگن که آقا خب حقوق بشره فلان این حرفا، آقا چرا نباید بی بی سی بیاد مجموعه برنامه هایی درست کنه برای اینکه ملت ایران رو ریشه ای مشکلش رو حل کنه؟ جمهوری اسلامی مگه اون هموطنان ما در استانهای آذربایجان، کردستان، خوزستان، سیستان، بلوچستان و امثال اینها مگه یک مشکل و یک گرفتاری عجیب غریبی به اسم جمهوری اسلامی دچارشون نشده؟ مگه همین امروزی که وزارت بهداشت، وزیر بهداشت دولت قاتل المسلمین یا جلاد المسلمین میاد رسما اعلام میکنه میگه تعداد کشته شدگان کرونا از تعداد جنگ ایران و عراق بیشتر است؟ آقای آیت الله بی بی سی، آیا این مهمتره؟ این موضوع ها مهمتره یا یه درگیری که در یه جای اتفاق افتاده؟ حالا بس یه مطلب دیگه اینجا من از آقای کریمی سوال میکنم، همین یارویی که مجری برنامه است یا اون دو تا اردنگی که اومدن اونجا نشستن، این همه توی انگلستان، توی لندن، توی شهرهای مختلف انگلستان کشتار توی خیابون‌ها با چاقو کشی داره انجام میشه. خب یارو آفریقایی میزنه اون یکی رو میکشه، اون یکی مکزیکی میزنه این یکی رو میکشه. ما الا ماشاءالله از همه مردمان دنیا هم در انگلستان جمع شدن.
خب خیلی خوبه که اگر رسانه‌های انگلستان اینقدر به این موضوعات بیپردازن، پس چطوری به اتفاقات درون خودشون هیچ وقت نمیپردازن؟ این چند سوالی بود که حالا دوستان خوبه بهش فکر کنن. بفرمایید. خواهش میکنم. کلبان چرا به انتخابات چند ماه پیش آمریکا نمیگید که سیاه‌پوستا کمپ آموزش نظامی را انداخته بودن، سپیدپوستا و پسران نمیدونم چی بود دار و دسته را انداخته بودن، آموزش نظامی میدادن، ایست بازرسی را انداخته بودن، چرا اونجا نیومدن بگن امنیت زیستی تیره های گوناگون در آمریکا شکننده است و فلان است و بهمان است؟ چون اونجا هنوز منتظرن که ترامپ برگرده، احتمالاً گفتن تا 15 دسامبر دوباره برمیگرده. بله، قابل توجه. سینه زنان هیئت بازگشت ترامپ و دوستداران جوی خابالو. و ببینید، فقط یه مطلبی رو من خدمتتون بگم هم میهنان گرامی. شما باز هم میگویم به تک تک این جمله هایی که به کار میره دقت کنین. داریوش کریمی که تکلیفش مشخصه، مامور MI6 یا MI6، دو تا تروریست چریک فدایی جریان ارتجاع سرخ رو نشوندن اونجا، این دوتا برای اینکه بتونن همدیگر رو زایه بکنن، یه مقدار از اون اطلاعات رو سانسور شده بر علیه همدیگه یه بازی به راه انداختن، این بر علیه اون رو میخواد بکوبه، اون میخواد این رو بکوبه. داریوش کریمی هم تلاشش چیه؟ حالا در درازای برنامه خواهید دید که همش دنبال اینه که آقا یه راه حلی نمیشه پیدا کرد. و در پایانش هم اون جمله کلیدی، اون واژه کلیدی که تمام برنامه این همه هزینه برای شده که این واژه جا اندازی بشه، که بیایید با هم دوست باشید، ای تجزیه طلبان خوب باشید، همدیگر رو دوست داشته باشید و متمرکز بشید رو مسئله حق تعیین سرنوشت. خب کلبان، از بخش 6 و 16 که آغاز میشه تا 12 و 50 دقیقه اگر بزرگواری بفرمایید. بریم دوستان بشنویم و برگردیم. تل دستگیر شد، هنوز نمیدونم دادگاهش برگزار شده یا نه. در اون نزاع شخصی وقتی دستگیر میشد تیشرتی تنش بود که روش سمبل های پرچم ترکیه بود. این به ما چی میگه در مورد عوامل خارجی دیگه‌ای که در منطقه در واقع مؤثرن روی وضعیت شهرهای مرزی؟ پوشیدن تیشرت های با علائم مشخص در اونجا مربوط میشه به همون هویت طلبی. بسیاری از کردها تیشرت ها یا وسایلی که پرچم کردستان رو داره میپوشن استفاده میکنن، از بعضی از ترک ها ممکنه از این چیزا استفاده بکنن. در این رابطه من فکر نمی کنم که مثلا این کلن به اصطلاح سیاست عمومی بوده، یه کار شخصی بوده احتمالا و میخواسته نشون بده اگر درگیری شد که این آدم ترک هست، آدم به اصطلاح کرد نیست. از این نظر من یه کار شخصی اونو میدونم، یه سیاست عمومی نبوده در اون منطقه که در هنگام درگیری کسی. آقای شمس، شما عوامل مؤثر رو، ریشه های این تنش قومی در اون منطقه رو چی میدونید؟ ریشه های این مسئله اخیر تاریخ 40 ساله داره. بله. از بعد از انقلاب شروع شده. نقده وضعیت خیلی ویژه‌ای داشته، یعنی اطراف نقد اکثرا کردنشینن، از ترکا یا آذری یا اکثریت بودن در شهر، اما از یک اتنیک مخصوص به نام قره‌پاق. قره‌پاق و اینا در اون منطقه از صده از بدر عباس میزه اینا رو ساکن شدن. و اتفاقا مناسبات آذری ها با کردا همیشه مناسبات احسنه‌ای بوده. در دوران انقلاب به ویژه کاملا نقد شهر ویژه‌ای بود، برای اینکه غیر از احزاب کردی، احزاب چپ هم امکان نفوذ داشتن، شهری سکولر بود. در دوران انقلاب وقتی انقلاب پیروز شد، اینو کلامتون برای بیننده های برنامه جالب خواهد بود که بدونن شما در اون بقایه در جریان خشونت هایی که در اون منطقه بود خودتون گفتید
در منطقه بودید و سعی میکردید زخمی ها رو خارج کنید از منطقه. شما آقای رزمی در همون زمان در منطقه بودید، درست میگم؟ من منطقه نبودم، من معمولا من در تبریز کلا مستقر بودم. بله. و می اومدم مهابات بوکان اون طرفا و اوضاع مسائل منطقه را از طریق مهابات و بوکان دنبال میکردم در رابطه با این مسائل از جانب گروه های چپ. گروه های چپ شما هم بودید؟ به یک معنا میشه گفت که شما عضو یک سازمان، شما هم همرزم بودید در اون زمان. و شما گفتید که در عملیات تخلیه زخمی ها کمک میکردید به طرفین، به چه شکل؟ این برای اینکه سیاست سازمان فدایان که من عضوشون بودم، شاخه کردستان، کاملا نگران بودیم. از شروع این جنگ با حزب دموکرات هم صحبت کردیم و نقش بسیار جدی داشتیم و ما تلاشم این بود، چون جنگ نهاد 3 روز طول کشید. روز اول اجازه بدید، خیلی مهمه، روز اول واقعا جنگی به اون شکل تیراندازی کردن به میتینگ کردها کشیدن میتینگ حزب دموکرات. بله بله بله، میتینگ بالا حزب دموکرات بود، استادیوم در منطقه ترک زبان ها بود، به میتینگ تیراندازی شد. خب شلوغ میشه، کردها مسلح بودن، اونها مسلح بودن. اینم بگم، 2.5 ماه شورای شهر نقده که کردها و ترکا با هم اداره، هیچ مشکلی نبود. در روز اول، اینا فکتوال ها، در روز اول وقتی جنگ شروع شد، ماشین شورا با حضور کردها و ترکا از شورا به زبان کردی و ترکی تو شهر میگشتن، از کردها و ترکا میخواستن که تیراندازی نکنید. بعد روز اول سنگربندی شد، کردها و ترکا چی شدن. از روز دوم که ظهیر نژاد و ارتش تلاش کردم وارد شهر شدن، به ویژه هتل اسلام حسنی که عکس اسلام حسنی که امام جمعه رومیه و بند مانده آیت الله خمینی و اینها، در واقع شروع کردن به کشتار کردها و 2 روز طول کشید. کردها به هر حال حزب اون مسلحین کرد هم عقب نشین کردن، کلا کردها نقده را به خالی کردن. خیلی روشن بگم، جنگ نقده جنگ کردها و ترکا نبود، جنگ عواملی بود که از موافقیت شورای شهر نقده و همزیست مشترک کردها و ترکا در نقده و اداره یک شورای سکولر کاملا ناراضی. خب بیام به وضعیت کنونی، شما ریشه این ماجراها رو در چی میدونید؟ خب من میگم خاطره جنگ نقده واقعا هست. بعد از جنگ نقده کاملا عواملی که مسئولین جمهوری اسلامی بودن، از جمله خود حسنی، از جمله مشهور نادر قاضی پور، خیلی مشهوره جهت اطلاع شما، نادر قاضی پور شهردار اشنوی بوده، بخشدار پیرانشهر بوده، شهردار سردشت بوده، 3 دوره نماینده. باید جزئیات نشیم، نه نه، برای اینکه بدونیم مسئولین منطقه شخصیتش هم اینا، مسئولین جمهوری اسلامی در منطقه بودن، به شدت ضد کرد و روی کرد حراسی تأکید داشتن به عنوان ایدئولوژی و کاملا علیه کرد تبعیض قائل می شدن. منطقه هم البته حزب دموکرات کماله و سازمان ما همچنین، ما مسلح بودیم، اون منطقه کاملا مردم مسلح بودن و سیاست کردها آقای کریمی این بود که ما در اون منطقه حداقل تا سالهای بعد که مجبور شدیم منطقه تخلیه کنیم، منطقه کنترل دست ما بود. و بعد از این که پیشمرگاه ها مجبور شدن عقب نشینی بکنن و شرایط شد، سیاست این مسئولین در واقع نسل کشی و کرد کشی و قارناقران ها فقط نمونه های کوچیکی نه دهات اطراف نقده. خب بر این بسته. آقای شمس، آیا حرف آقای بله آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم، سپاسگزارم. ببینید، این بخش هم مطالب بسیار بسیار ارزشمندی در خودش، یعنی مهمی رو داشت. مجری میپرسه که کسی که به عنوان قاتل دستگیر شده در زمان دستگیری تیشرتی تنش بوده که روش سمبولهای درفش ترکیه بوده، این به ما در رابطه با عوامل خارجی و نفوذشون در منطقه چی میگه؟ بازم این رزمی آدم جالبی است. میگوید که این مسئله شخصی بوده و مربوط به هویت طلبیه. خب آقا بگو تجزیه طلب چه هویت طلبی که چه صیغه ایست رو انداختیم، مانند خودگردانی و نمیدانم حق تعیین سرنوشت و چیزهای دیگر که شما تجزیه طلب ها
برای اینکه ماهیتتان رو نشود میگویید نمیدانم فدرالیسم، خودگردانی و حق تعیین سرنوشت، که هیچ کدامش مبنا و پایه و بنیان قانونی در حقوق بین الملل ندارد و میگه مسئله شخصی بوده. خب کردها هم همین کار رو میکنن، من فکر نمیکنم یه سیاست عمومی بوده. این کار رو کرده که اگر درگیری شد بگه که ترکه و کرد نیست. آره جون احمد، ببینید میت ترکیه، ما بارها در رستاخیز گفتیم جمهوری اسلامی این رو برای کی میگم؟ این رو برای اون بیچاره هایی میگم که هنوز در فریب اون مسئله مدافعین حرم در سوریه رو خوردن و میگن که بله ببینید جمهوری اسلامی داره اینجا و اونجا فلان میکند، بهمان میکند و اسیر یه سری دروغ‌هایی شدن که مزدوران جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی عبری عربی در درون ایران و بیرون از ایران به دست عواملش داره گسترش میده، که از این یه دونه یک چه میدانم یک جانور با شاخ و دم و یال و کوپالی بسازد که بیشتر این بادکنکیست تا راستین باشد. و میت ترکیه به دلیل لاسهای پوزش میخوام، لاسهایی که جمهوری اسلامی عبری عربی با ترکیه میزند برای رهگیری مخالفین، ترورشون، دزدیدنشون، آوردنشون به ایران و یه سری پولشویی هایی که اطلاعات سپاه یا همون سپاه پاسداران در اونجا انجام میده، دست میت ترکیه رو تو خیلی جاها باز گذاشتن همیهنان گرامی. یعنی شما ببینید حتی ایاتون باشه سر همین فرودگاهی که شوربختانه نامش هم خمینی هست در تهران، امنیت این رو به یه شرکت ترکیه‌ای داده بودن و کاملا اشراف و نفوذ اطلاعاتی داره میت ترکیه در ایران، چه در بخشای در شهرهای آذری نشین ما و چه در تهران، چه در جای دیگه، هر جا که نیاز داره با هم همکاری میکنن و هر جا هم دلشون میخواد سرک میکشن بدون کوچکترین اعتراض و دخالتی از سوی نهادهای امنیتی. در این 10 سال گذشته به ویژه صدها تن از جوانان ایرانی رو بردن به ترکیه از سوی میت، با هماهنگی میت ترکیه، سازمان اطلاعات و امنیت و جاسوسی ترکیه یا ضد جاسوسی، اینها رو آموزش دادن در اونجا، تبدیل به پانترک‌های حرفه‌ای کردن و برگردوندن به ایران و بعضن برخی از اینها در سطوح بالای دولتی مشغول به کار شدن، یا معاون وزیر شدن، یا نماینده مجلس هستن، یا چه میدانم اعضای شورای شهر هستن، یا دارن این بر اون بر میپلکن، یا سفیر میشن. خب خیلی جالبه، یعنی شما ببینید تا مغز استخوان جمهوری اسلامی نه تنها موساد نفوذ داره بلکه میت هم نفوذ داره، چون اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی عبری عربی و در میت اینا همه دست پرورده های موساد هستن همیهنان گرامی. و اشاره به این میکند که پوزش میخواهم اشاره به این میکند که بله آقای سعید شمس، این پانکوردی که اونجا در جایگاه مهمان آمده است، که ریشه میگوید که این درگیری ها ریشه در تاریخ 40 ساله داره و پس از انقلاب آغاز شده، اطراف نقده کردنشین بوده و آذری ها در شهر اکثریت بودن و اینها رو عباس میزا آورد به منطقه. ببینید آقای سعید شمس که آلوده به ویروس تروریسم پانکوردی هستیم، ایران ملک مشای همه ایرانیانه. خب شما ببین در 40 سال پیش، 50 سال پیش نقده بیشترش آذری نشین بوده. خب هممیهنان گرامی کرد ما که در پیرامون، در روستاهای پیرامون نقده زندگی میکردن، به نقده اومدن، کار بسیار خوبی هم کردن، دلشون خواسته اومدن. شما اجازه ندارید بگید اینها رو عباس میرزا آورده. باز هم میگویم ایران، شما ببینید اینا با چه بی‌شرمی دست به تقسیم بندی میزنن. این میگه اونا رو فلانی آورده، این میگه اینا رو اونا آوردن. آقایون، خانمای پانکورد و پانترک تجزیه طلب، که اگر ما ایرانیان میهن پرست فکر درستی درباره شما نکنیم و به شماها افسار نزنیم، جوی خون در جایی مثل نقده و رودخانه از خون در شهری مانند ارومیه به راه خواهید انداخت. سالهای سال است که شما در ارومیه، شما پانترکای آلوده به ویروس پانترکیست و آلوده شده های به ویروس پانکوردیست دارید تبلیغ میکنید که با همدیگه ازدواج نکنید،
به هم دیگه زمین و خونه نفروشین، به هم باغ نفروشین. پانترکه تبلیغ میکنه که کردها رو در باغها و زمینهای کشاورزیتون به کار نگیرید. پانکرده تبلیغ میکنه به هممیهنان آذریمون زمین نفروشین. این کثافتکاری ها رو با هماهنگی و نظارت اطلاعات سپاه سالهاست دارید شما در شهری مانند ارومیه انجام میدید و تنها راهی که هم میهنان گرامی وجود داره همبستگی همه تیرهای ایرانی است. و شما ببینید اینها یکی از بهترین شیوه هایی که اتاق فکرهای اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای به انحراف کشوندن افکار عمومی در ایران انجام دادن همین مسئله گسترش قومگرایی است. ما اگر این پدرسوخته ها در بی بی سی این گونه علیه همبستگی ملت چند هزار ساله ایران و یک پارچگی سرزمینی ما برنامه نسازن که ما نمیایم بشینیم اینجا زمان بذاریم و به این مسائل بپردازیم. و ببینید انحراف افرادی فکری افرادی که از هممیهنان ما که آگاهی پیرامون این مسئله ها ندارن، هممیهنان گرامی، یعنی یه هممیهنان ما در شهر نقده به جای این که در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکنن، جمهوری اسلامی عبری عربی، همکاری نکنن، پایداری مدنی بکنن، دست به اعتصاب بزنن، اینها یک درگیری براشون جور میشه، هماهنگ میشه، شهر رو دوباره پس از 40 خورده سال میریزه به هم جمهوری اسلامی و اختلافات رو بالا میبره. زمینش هم خودش فراهم کرده چون اعضای شورای شهر که به اسوی شورای نگهبان باید تایید صلاحیت بشن دیگه، برنامه رو قشنگ طوری میچینه که حالا یه سودی هم به موساد برسه، یه لبخندی هم بشینه رو لب MI6 و همچنین میت ترکیه رو بتونن تا یه اندازه ارضا کرده باشن. هم میهنان ما پوزش میخوام اینو میگم، اون بخش از هم میهنان ما که توان تجزیه و تحلیل ندارن، نمیدونن اینها داره از کجا آب میخوره، میرن به جای اینکه برن دست هم میهن خودشون رو، هم میهن ایرانی کردشون رو در نقده بگیرن و با همدیگه علیه جمهوری اسلامی فعالیت بکنن و پافشاری بر همبستگی میهنی بکنن و کارهای میهن پرستانه بکنن، اینها میبینید چیکار میکنن؟ از ترسشون میرن پناه میبرن به بسیج و سپاه پاسداران که بهشون آموزش نظامی بدن، بهشون سلاح بدن که اگر برای نمونه اون گروهک‌های تروریستی، اون پسمرگه ها و گودزیله های گروهک‌های تروریستی پانکردی حمله کردن بتونن از خودشون دفاع بکنن. چوبش رو کی میخوره؟ هم میهنان بیگناهی که در این ماجراها نیستن. ببینید به مسائل بسیار مهمی در اینجا اشاره شد. این آقای شمس اشاره کرد به مسئله نقده در 40 خورده سال پیش و اشاره میکنه که درگیری نقده 3 روز به درازا کشیده. روز اولش جنگی نبوده، تیراندازی به میتینگ حزب دموکرات میشه، از روز دوم ظهیر نژاد و ارتش و حجت الاسلام حسنی و چه میدونم قاضی پور و اینا وارد شهر میشن و آغاز به کشتار کردها میکنن. جنگ نقده جنگ عواملی بود که از موفقیت شهر نقده ناراحت بودن و یه فردی مثل نادر قاضی پور که شهردار اشنویه و سردار سردشت بوده، ضد کرد بوده، کرد هراسی میکرده، اینا رو دارم تیکه تیکه میگم چون خودمون شنیدید. بعد به اینجاش خیلی مهمه، میگه حزب دموکرات کردستان و کموله و ما، منظورش گروهک تروریستی چریکای فداییه، ما مسلح بودیم، کنترل دست ما بود، پس از عقب نشینی ما سیاست نسل‌کشی و کردکشی فلان. ببینید یک چیزایی رو این درست میگه، یک چیزایی رو این پنهان میکنه. ماشاءالله رزمی هم به همین صورت. حالا رستاخیز اومده برای شما تمام مسائل رو باز بکنه و این چیزایی رو که هم سعید شمس داره پنهان میکنه و از دید من داریوش کریمی بهش گفته نگو، و ببینید توی دقت هم بکنید توی برنامه توی صحبت دوتاشون میپره و حواسش هست که یه سری از اون مگوها رو این دو نفر در برنامه نگن. خب ببینید یه مسئله رو که من به شما چیز بکنم، این آیت الله، این حجت الاسلام حسنی که به قول گفتنی امام جمعه ارومیه که از چی بهش میگن، از تا سال 97 امام جمعه ارومیه بود، بعضی زمانها هم کلتش بود، دستش نماز میخون، یه تروریست بود دیگه که فرزند خودش هم کشت و
دقت بکنید به این مسئله. تمام گروه های پانکردی و تمام گروه های پانترکی که ما تو رستاخیز پیرامون این برای شما یه برنامه بسیار مفصلی پیرامون یک مأمور بلندپایه موساد یعنی برندا شیفر یا شفر ساختیم و در این زمینه به شما آگاهی دادیم. کتابی دارد پیرامون آذربایجان، آذربایجان نمیدونم برادری چالش کلان یا همچین چیزیست. این خانم که مأمور بلندپایه موساده با CIA هم کار میکنه، اندیشه هاش، مقاله هاش، باورهاش رو که میاد نوشتاری میشه روی میز وزرای امور خارجه آمریکا میره و تحلیلگران در تحلیل در اندیشکده ها بررسی میشه اندیشه هایشون. برندا شفر که از شرکت نفت باکو پول میگیره و با نهادهای امنیتی جمهوری ایران با نام جلی آذربایجان هم بسیار نزدیکی داره، با میت هم کار میکنه و مأمور بلندپایه موساد، استاد دانشگاه هم هست در اسرائیل، در کتاب خودش به این قضیه خیلی خوب پرداخته. یعنی ببینید یه قضیه رو عنوان میکنه پیرامون حزب خلق مسلمانی که به رهبری آیت الله سید کاظم شریعت مداری بود و همه کاره اون حزب هم فرزند ارشدش سید حسن شریعت مداری. حالا من نمیدونم یه آذری چطوری میتونه سید باشه، این رو بارها پرسیدم کسی پاسخ نداده. یعنی سید حسن شریعت مداری که میگه من آذریم و سیدم، یعنی که میگیم هممیهن آذری که عرب تباره. شما ببینید یک هممیهن عرب تباری که یعنی پانترکه، چون سید یعنی عرب تبار، ریشش به محمد ابن عبدالله میرسد. دکتر جان شاید خب مادرشون در اون زمان شاید سفر به عربستان داشتن. خب نمیدونم، ولی من هنوز اینو درک نکردم هممیهنان گرامی. یک عرب تبار پان کرد، ببخشید عرب تبار پان ترک دیگه چه جانور شگفت انگیزیست. من که تا کنون نتونستم درک بکنم عرب تبار پان ترک یعنی چی. نقش حزب خلق مسلمان در ایجاد درگیری های فرقه‌ای و درگیری های قومی، ببینید همیهنان گرامی، حزب خلق مسلمان در اسفند ما 22 اسفند 1357 تشکیل میشه. اسفند 57، پیش از اونم که تمام این دار و دسته پانترک اسلامگرا، چون پانترکیز با اسلامگرایی گره خورده است، می توانید خودتون این رو بررسی بفرمایید. این افراد پانترک اسلامگرا که بیشتر چهره اسلامگرایی خودشون رو نشون می دادن به خاطر اهدافی که داشتن در بخشای آذری نشین ما، و این پانترکیز رو پشت نقاب اسلامگرایی پنهان کرده بودن، همه اینها با خمینی فعالیت می کردن، هوادار خمینی بودن، باور داشتن روی کار اومدن خمینی زمینه رو برای خودمختاری و فدرالیست در بخشای آذری نشین و سپس تجزیه بخشای آذری نشین فراهم خواهد کرد. از این روی با خمینی بسیار نزدیک بودن، برای خمینی فعالیت میکردن، همکاری میکردن با خمینی، تلاش بسیاری کردند که در بخش‌های آذری‌نشین ایران در اون رفراندوم کذایی خنددار در 12 فروردین مردم بروند به 12 فروردین 58 مردم بروند به جمهوری اسلامی آری بگویند. خب این حزب در 22 اسفند 57 تشکیل شد. دقت بکنید به این تاریخ‌ها، این هلالش هم در دیماه 58. حالا ما در نظر بگیرید یه بازه زمانی که این حزب اجازه فعالیت گرفته، رهبر سید کاظم شریعت مداریه، اینها دار دستشون به اعتراف خانم برندا شفر مأمور بلندپایه موساد که در کتابش دو مسئله خیلی مهم رو باید بهش توجه بکنیم، سپاسگزاری کرده از تروریست پانترکی به نام سید حسن شریعت مداری، همین رهبر دار دسته مدیریت گذار یا گراز، و همچنین اعلام کرده که آیت الله سید کاظم شریعت مداری که ما شاید برخی‌ها فکر کنن آخوندها به دلیل اسلامگرا بودنشون وارد قومگرایی نمیشن، از نخستین کسانی بوده که به گونه آشکار از اصطلاح ایران ستیزانه آذربایجان جنوبی استفاده میکرده. پس چی شد؟ یه دار دسته اسلامگرای پانترکی که بیشتر اون چهره اسلامگراییشو نشون میده، پانترکیزمو کمی فرستاده پشت این نقاب، با خمینی همکاری کرده، علیه دولت شاهنشاهی دست به کشتار زدن، دست به ویرانگری زدن، مجوز برای انداختن یک دار دسته به نام خلق مسلمان رو میگیرن در 22 اسفند 57 و این حزب چند ماه کار میکنه تا 1158 و
دقت بکنید به این تاریخ ها، در 30 بهمن 1157 یعنی چند روز پس از پیروزی شورشیان تروریست ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه، یک تروریست پانکردی به نام عبدالرحمن قاسملو که از رهبران حزب دموکرات کردستان بوده، پادگان مهاباد رو اینا میرن محاصره میکنن، اینا میرن پادگان مهاباد رو محاصره میکنن، دم به دم لحظه به لحظه تروریستای پانکردی که یورش بردن به پادگان و عبدالرحمن قاسملویی که امروز برخی ها فکر میکنن آخه چون جمهوری اسلامی کشتتش اینو دیگه باید براش سینه زد، نه، هم جمهوری اسلامی ایران ستیزه هم اینا ایران ستیزن، و بارها هم در رستاخیز گفتیم که یک ایرانی میهن پرست آگاه که مسائل رو خوب تشخیص میده و توان تجزیه و تحلیل داره همزمان با دو دست پیکار میکند، با یک دست با جمهوری اسلامی بی عربی، با دست دیگر با تروریست های تجزیه طلب. در 30 بهمن 1157 لحظه به لحظه هم قاسملو با تروریست های پانکورد تجزیه طلب در پیوند، یعنی در پیوند یا تماس بوده و اینها پادگان رو میگیرن، غارت میکنن، حدود 30,000 قبض تفنگ و چه میدونم هفتیر و اینها و همچنین تانک و خودروهای زرهی و چه میدونم توپ و اینها رو اینها چپاول میکنن. تاریخ رو دقت بکنید، در 31 فروردین 58 یعنی دقیقاً حدود 1 ماه و خورده پس از تشکیل حزب خلق مسلمان، یک میتینگی گروه های پانکردی به رهبری تروریست عبدالرحمن قاسملو تشکیل میدن در شهر نقده. دقت بکنید همه این تروریست ها، علی جوانمردی که ایاتون باشه ویدیوشو در رستاخیز به شما نشون دادیم، اعتراف کرد، گفت احزاب کردی یک جورای منفعل شده بودن این تروریست های پانکورد و شورش 57، پیروزی شورش 57 جان دوباره داد به این گروه های تروریستی پانکوردی تجزیه طلب و همه اینها، چه پانکوردها چه پانکورکا چه بخشیشون که آشکار کار میکردن، اون بخشی که نقاب اسلامگرایی زده بودن زیر عبای خمینی پنهان شده بودن، همه و همه اینها در ستیز با ملت ایران، کشتار مردم ایران و فروپاشی دولت شاهنشاهی و به روز سیاه نشوندن ملت ایران دست داشتن و نقش داشتن. اینها در 31 فروردین 58 قاسملو و دار دست تروریست های حزب دموکرات کردستان، همه تروریست ها نمیدونم چرا یه نام دموکرات و دموکراسی و فعال حقوق بشر هم روشون هست، اینها یک گرد همایی رو برنامه ریزی میکنن در شهری که دقت کنید در شهر نقده ای که تنها 3000 تن از هممیهنان کرد ما زندگی میکنن، اینها 5000 نیروی مسلح گرد میارن در اون شهر که حتی از شهرهای دیگه کردنشین ایران از پانکوردهای اون مناطق تجزیه طلبای پانکورد و بخشی از تروریست های پانکورد از عراق و ترکیه هم به اینا پیوسته بودن. یک رژه ای رو اینا، چرا اینا رو دارم بهتون میگم؟ چون اینا رو شما تو بی بی سی نمیشنوید، اجازه شنیدن به شما نمیدن. اینا رو چرا خلق مسلمان رو میگم، برم به شفر رو میگم، چیزای دیگر رو میگیم بهتون در رستاخیز که شما بتونید این تیکای پازل رو بذارید کنار هم دیگر میانان گرامی و اون تصویر برای شما آشکار بشه. وقتی که اینا 5000 تروریست پانکورد رو در شهر افسارشون رو ول میکنن، اینها شروع به رژه رفتن میکنن با اسلحه، شعار به زبان پارسی و کردی میدادن و ایجاد روب و وحشت در سطح شهر میکنن، چون موقعیت نقده بسیار استراتژیکه، اگر کسی نقده رو داشته باشه تو منطقه یه حلقه وصلی میشه برای رفتن به سوی ارومیه و برای همین برای پانکوردها بسیار مهم بوده. اینا عملا شهر رو میان تسخیر میکنن، اشغال میکنن دار دسته تروریست های حزب دموکرات کردستان، ایست بازرسی میذارن، مردم رو بازرسی و بازجویی میکنن، تیر هوایی میزنن، خلاصه یه درگیری به وجود میاد، چون مثل که به اون میتینگ تیراندازی میشه و چیزی رو که در بی بی سی هرگز نخواهید شنید، کشتاریه که به قول گفتنی این دار دسته حزب خلق مسلمان، آیت الله حجت الاسلام حسنی تروریست و یه عده از این پانکوردها در درگیریشون با گروهای تروریستی پانکوردی، مثلا یه آقای این نامها رو نگاه میکنم که نادرست نگم، پانکوردها 11 تن از اعضای خانواده میرزا علی رو سر بریدن. دقت بکنید اینو که
آقای سعید شمس پانکور نمیاد تو پرگار بی بی سی بشینه برای شما بگه. خب 11 نفر از اعضای خانواده میرزا علی رو سر بریدن. و خیلی جالبه آقای زیبا کلام، یک پدرسوخته‌ای به نام آفتاب پرستی که همیشه رنگ به رنگ میشود به نام زیبا کلام، به عنوان پس از این درگیری هایی که به وجود میاد و سپس کانکوردا از منطقه مانند بز کوهی فرار میکنن، چیکار میکنن؟ آقای زیبا کلام رو آقای بازرگان به عنوان نمایندش میفرسته به مهاباد. حالا چرا مهاباد؟ چون برخی از هممیهنان کرد ما که نقشی هم توی این ماجراها نداشتن، برای که جون خودشون و خانوادهشون نجات بدن فرار کرده بودن به مهاباد. صادق زیبا کلام، این مردک ایران ستیز که گفت من یک موی محمد رو به صد تا کوروش و داریوش نمیدم، میرود به مهاباد که این هممیهنان ما رو قانع بکنه که از مهاباد برگردن به نقده. خب چه میشه؟ یعنی شما ببینید اون جرثومه جبهه ملی بازرگان به عنوان نماینده صادق زیبا کلام رو میفرستد به مهاباد، از برخی از هممیهنان کرد ما رو که از میخواستن درگیر اون ماجراها نباشن فرار میکنن بیان به مهاباد، اینا رو برمیگردونن به منطقه. چیکار میکنه؟ یه توری هم برای اینا، یعنی با هماهنگی بوده، توری هم برای اینا پهن شده بوده از سوی حسنی و حزب خلق مسلمان و یه مش از این جک جونورها. و برخی از هممیهنان ما رو که اصلا دخالتی توی این ماجرا نداشتن و برای که یک ریشه و پایه‌ای برای کینه و درگیری قومی و عشیره‌ای توی منطقه بکارن و بذارن برای سالهای آینده، بخشی از اون هممیهنان کرد ما رو که به شهر برمیگردن متاسفانه شکنجه میکنن و اعدام میکنن، تیربارون میکنن، که حتی افرادی بالای 70-75 سال هم درشون بوده. فردی به نام پیرمرد 74-5 ساله به نام کاشانی که متاسفانه اونجا ایشون رو هم اعدام میکنن. یعنی شما ببینید هم از این ور هم از اون ور، یه عده پانتور که وحشی و پانکورد وحشی که پانتورکا بیشتر نقاب اسلامگرایی زدن تو شهر با هم دیگه درگیر میشن، پانکوردا هم حتی نیروی کمکی از ترکیه و عراق گرفتن، شهر رو به آشوب میکشن، حتی در سطح شهر که تیراندازی میشه دختر 4-5 ساله تیر میخوره، به مردم کوچه و خیابون تیراندازی میکنن، به مغازه ها تیراندازی میشه، بیش از 120 تن از هممیهنان بیگناه ما رو این گروه های پانکوردی و پانترکی تو منطقه کشتن و زخمی کردن. خون اینها گردن کسانی مثل آقای سعید شمس و همپالکیاش اون حزب پلید و پلشت دموکرات کردستان و دار و دسته های پانترکی که اکنون آقای ماشاءالله رزمی جزی از اونه. یعنی شما ببینید دوتا آدم کش تروریست پوزش میخواد، آدم کش تروریست چریک فدایی که بارها هم بهتون گفتیم اکثر قومگراها در ایران از تو دل همین چپی ها اومدن بیرون، مثل و از دار و دسته ارتجاع سرخ مثل یوسف عزیزی بنی طرف وهابی پان عرب تجزیه طلب ایران ستیز، اینها تروریست بودن، الان اومدن طبق اون برنامه و پروژه شدن قومگرای تندرو. نه آقای سعید شمس واقعیت رو داره میگه، نه آقای ماشاءالله رزمی پانتورک. سپاسگزارم، پوزش میخوام به درازا کشید، این بخش خیلی خیلی مهم بود و باید بهش پرداخته میشد. و اشاره به آقای نادر قاضی پور میکنه، پانکوردی که دست پانتورکی که دست راست و چپش رو از هم تشخیص نمیده و چند سال پیش ناراحت بود که چرا در ارومیه فروشگاهی با نام کوروش بزرگ بازگشایی شده و اعلام کرد. پوزش میخوام، این گفته من نیست، گفته این جرثومه پانتورکه. در بخش اون فرتورها یا عکس ها یکی دوتا از افاضات این و چهره پلیدش رو به شما نشون خواهیم داد. و این آقا که نماینده مجلس بود و شورای نگهبان با کمال میل اینو تایید صلاحیت کرده بود که یک جانی بلفطره است و در جنگ عراق با ایران هم ایشون صدها اسیر عراقی رو به پشت خاکریزا میبرد و تیربارونشون میکرد، که این جملهش رو در یک گردهمایی عنوان کرد و اکثر شبکه‌های پربیننده کشورهای عربی این جمله رو زیرنویس کردن و در جهان عرب پخش کردن و باعث بروز سرصدا و واکنش‌های گسترده‌ای در کشورهای عربی شد. این آقای نادر قاضی پور کسی است که اعلام کرد ما اجازه نمیدیم در ارومیه فروشگاهی با نام کوروش کار بکند، ما اجازه نمیدیم که یک عده‌ای
با قاشق تهران گوه ارومیه رو بخورن. پوزش میخوام این گفته این جرثومه آدم کش است. سپاسگزارم از شما. پوزش میخوام. خواهش میکنم. سپاس از شما. توضیحات کامل رو فرمودید. من فقط دو تا موضوع کوچیک رو بگم. یکی این که آقای رزمی در ابتدای بخش دوم صحبت از هویت طلبی میکنه. دوستان من نمیدونم منظور اینا هویت طلبی کسی شناسنامه هاشون رو دزدیده، ولی در دنیای سیاستی که اینها دارن دنبال زیر بغل مار میگردن، هویت طلبی همون تجزیه طلبیه، همون حکومت خودگردانیه. با واژه‌ها بازی میکنن، یکی میگه تجزیه طلب، یکی میگه استقلال طلب، یکی میگه خودگردان، یکی میگه هویت طلب، یکی هم میگه جدایی طلب، و هیچ کدومشون هم اعتراف نمیکنن که به دنبال این هستن که تجزیه کنن. وقتی میگن شما دنبال تجزیه هستی، میگن نه ما دنبال هویتمون هستیم، ما هویت طلبی. هویت طلب یعنی چی؟ بعد یکی این هم که آقای شمس اقرار میکنه خودش در ابتدای صحبتش که این ریشه 40 ساله داره، یعنی از بعد از جمله اونو میگم، من هیچ وقت به این شورش کثیف 57 نگفتم انقلاب، میگه از بعد از انقلاب این اتفاقات افتاد، یعنی قبل از انقلاب اصلا این خبرها نبوده اون تو اون مناطق. پس اگر نبوده شما که تو اون مناطق زندگی میکردی دنبال چی بودی؟ ولی چی بلند شدی رفتی تو چریکان فدای خلق، اونم مسلحانه گروه تروریستی؟ برای چی رفتی؟ پس دردتون چی بوده؟ نونتون کم بود؟ آبتون کم بود؟ فقط همین دوتا مورد رو من میخواستم اضافه کنم به صحبت‌های دکتر. سعید جان درود بر شما. درود بر شما. اصلا خود چیز میگه دیگه، خود اشاره کردم، علی جوانمردی معروف علی تجزیه اعتراف میکنه که عملا این دار و دسته بند و بساط و داستان پانکوردهای ایران سپید عملا جمع شده بود با پس از شروع 57 اینا جان دوباره گرفتن. سعید جان من یه مطلبی که دوست دارم دکتر شما بیشتر بهش بپردازید، چون در ادامه صحبت این ویدیو این گفتگو به این مطالب میرسیم. اولا اینو میگم، ولی جناب کمالپور اینا خودشون در ادامه همین جریان اصلا رسما صحبت از تجزیه، اصلا صحبت تجزیه ایران هم تموم شده، اینا دارن غنایم رو تقسیم میکنن. اصلا این نیازی نیست بگن ما تجزیه بخوایم ایران رو تجزیه کنیم. اصلا از نظر اتاق فکر انگلستان ایران چیزی به اسم ایران دیگه وجود نداره. شما تا الان توی این 12-13 دقیقه ای که این برنامه رو شنیدید اصلا کلمه ایران، مردم ایران، ملت ایران شنیدید؟ نه. کردها ترکا. حالا در ادامه هم میرسم به تعیین مرزبندیاشون. اما چیزی که دکتر جان من دوست دارم که شما بیشتر بهش بپردازین اینه، سناریویی که اینها در حال نوشتنش هستند، ما مستندشو 100 خورده ای سال پیش دیدیم و تا همین امروز هم ادامه داره. یعنی این جریان مثلا مثل نقده یا ارومیه یا امثال اینها طبق اندیشه و راهکارهایی که این اراذل و باشه ایران ستیز دارن میرن جلو، شما میتونید نقده رو بذارید جای همین اتفاقات قره‌باغ. همین چند وقت پیش 2 ماه پیش مگه ایران کشی نبود؟ مگه چند ماه پیش ایران کشی نبود در نقده در قره‌باغ؟ خب همین مسائل رو اینها الان تو ادامهش هم میشنوید. ادعاهایی که نسبت به سرزمین ایران دارن، بخشهایی که میگه مال من اون یه نه این مال منه، اینها زمین ساز ایرانی کشی هست که فردای فدرال شدن ایران شما شاهدش خواهید بود. همین اتفاقی که توی قفقاز افتاد. من خیلی دوست دارم دکتر راجع به این مسائل، چون قفقاز خب از ایران بود، از ایران جدا شد، اما چقدر کشت و کشتار ایرانی ها به دست ایرانی ها با سلاح مافیا انجام دادن. بله خواهیم پرداخت. درود بر شما که به این اشاره فرمودید. بله بله، نیازم نیست که دو طرف با هم درگیر بشن، یه طرف کافیه درگیری رو آغاز بکنه. و یه مطلب دیگه، اونجایی که ما گفتیم جمهوری اسلامی اومده گام اول جمهوری اسلامی زمین سازی برای تجزیه ایرانه، و اونجایی که این آقای این یارو الدنگ پانکورد میرسه به اسم قاضی پور و صحبت از قاضی پور رو حسنی میکنه، سریع مجری برنامه یا اون ایران ستیز بی بی سی برمیگرده میگه که وارد این جزئیات نشید. اگر جمهوری اسلامی ایران ستیز نبود و دنبال تجزیه ایران نبود،
یکی بیاد بگه چرا باید افرادی مثل قاضی زاده، مثل قاضی پور، مثل یارو حسنی و امثال اینها در رأس اموری قرار بگیرن که بسیار بسیار به قول معروف جایگاه های حساسیه. چرا جمهوری اسلامی باید از این آدم ها استفاده کنه؟ همه شون هم که اتمن تایید صلاحیت میشن از توی شورای نگهبان. آها دکتر، این من میخوام به همین جا برسم که هموطنان بدونن ما وقتی تو دستاویز میگیم جمهوری اسلامی گام اول تجزیه ایران، بعد گام دوم جمهوری ایرانی، جمهوری فدرال، هر کوفت زهرماری به اسم جمهوری باشه، اینجاست دوستان، اینجاست که باید به این نکته برسیم. مقام های جمهوری اسلامی دست نشانده های مافیای جهانی بر اموال ملت ایران و کشور ایران. تمام این اراذل و اوباش یک خط فکری رو دنبال میکنن و یک پروژه کاملا مهندسی شده رو دارن میبرن جلو. اینجوری نیست که فکر کنید علی مثلا جنتی از امیر قاضی پور خوشش میاد یا نمیدونم از حسنی خوشش میومد. نه، اینها مهره هایی هستن که مافیا کاشته توی این سمت ها و باید با همدیگه کار کنن، چه خوششون بیاد چه بدشون بیاد. اما خواستم به اینجا برسم و اون سناریویی که حالا شما در ادامهش میگید. اما جالب اینجایی که میرسه به قاضی پور، بی بی سی یه دفعه میبرسه که آقا وارد جزئیات نشی، آقا وارد جزئیات نشی، آقا حضرت آقا الان نماینده تحویل شورای اسلامیه، وارد این مسئله نشی. بله، این خیلی هم جالبه. اینو یکی در رابطه جمهوری اسلامی، یکی در رابطه با قاضی پور. تا میاد صحبت کنه میگه واردش نشد، خارج شو. آره این دوتا رو آورده، میدونی چیه؟ اینو آورده، این دوتا بچه کوچولو رو آورده جلوی دوربین آشتی بده با هم دیگه. خب با کدوان از دقیقه 12:50 با پروانه شما تا 17:41 دوستان بریم و برگردیم. غزنی رو میپذیرید که اعلام شروع دوباره جنگ مسلحانه توسط حزب دموکرات کردستان ایران ناامنی ممکنه ایجاد کرده باشه در منطقه و خیلی ها از ترس این جنگ مسلحانه خودشون رو مسلح کنن؟ من این کار نمی کنم، ممکنه بر بستر کردتراسی واقعا تعدادی از این استفاده کنم، ولی اشکال این استدلال اینه که اولا اعلام بازی مسلحانه نبوده. احزاب کردی چه کماله چه دموکرات، چون ما الان 4 تا حزب حداقل یا 5 تا حزب کردی داریم، یعنی رابطه اینا، هیچ وقت اعلام نکردن بازی مسلحانه کار گذاشتن. گفتن مبارزه مسلحانه به مفهوم تا 85 میلادی رو کنار گذاشتیم، یعنی ما حمله نمی کنیم مناطق چون بالانس قدرت اجازه نمیده، ولی با پیشمرگه داریم رفت آمد میکنیم. راسان آن چیزی که یک دونه